کار بازسازی مقبره، بارگاه و باغ کمال الدین مولانا حسین وایز کاشفی که حدود یک سال قبل آغاز یافته بود، ختم و به بهره برداری رسید. این مجموعه پس از بازسازی در اختیار آمریت گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ برای ارائه خدمات توریستی قرار گرفت. این پروژه به ارزش 342 هزار دلار آمریکایی توسط مؤسسه مشورتی و حفظ میراث‌های فرهنگی افغان و همکاری مالی سفارت ایالات متحده آمریکا ترمیم گردیده است. کمال الدین مولانا حسین وایز کاشفی، عالم جامع العلوم، مفسر قرآن، منجم و واعظ تاثیرگذار عصر تیموریان بود که از وی بیش از 10 اثر پربار علمی تحقیقی به میراث مانده است. قامت بناهای تاریخی شهر هرات دوباره راست می شود. کار بازسازی و مرمت آرامگاه مولانا واعظ کاشفی، دانشمند و واعظ چیره دست عصر تیموریان در هرات به پایان رسید. این آرامگاه با هزینه 342 هزار دلار آمریکایی به کمک مالی کشور آمریکا و همکاری مدیریت آبدات تاریخی اداره اطلاعات و فرهنگ هرات مرمت و بازسازی شده است. در مراسم گشایش دوباره این آرامگاه، مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ هرات تاکید می‌کنند که این آرامگاه با حفظ اصالت تاریخی آن و سبک معماری عصر تیموریان ساخته شده است. شما در گذشته دیدین که متاسفانه این زیارت تبدیل شده به محل تجمع معتادین و متاسفانه زباله ها را در این نزدیکی ها میریختن. امروز با اثر تلاش هایی که صورت گرفته این باقی اول این ساحه کلن بازسازی شده، فضاهای سرکشی ها، تنویر، آبیاری، چمنکاری ها کلن انجام شده، دیوارهای احاطوی چهار اطراف ترمیم شده، بازسازی شده، در خود مقبره تحکیمات صورت گرفته، خشفرش، سنگفرش، خشفرش بام ها و تبدیل قسمتی از کاشی هایی که تخریب شده بود هم انجام شده. در این حال این پروژه یک خبر خوب دیگر داشت که کارخانه کاشی‌سازی هرات هم در ضمن این پروژه حمایت شد. مولانا حسین وایز کاشفی، سخندان، اندیشمند، مفسر، ریاضیدان و منجم مشهور دوره تیموریان در هرات بود. او نویسنده آثاری چون جواهر التفسیر، روضة الشهدا، انوار سهیلی و چندین اثر دیگر است. اما شهرت او در وعظ و خطابه های جذاب او در هنگام امامت در مسجد جامع بزرگ هرات است، جایی که بنابر برخی روایت ها در طول سالیان سال هیچ خطبه او در نماز جمعه تکراری نبوده است. ترمیمات اساسی که این فعلا ضرورت است، حدود 6 آبد تاریخی ما ضرورت مبرم ترمیم داره که زیارت شیخ الاسلام کروخ است، ملای کلان زیارت جاه است، ابوالولید است، حوض مروارید است و یکی دو مورد دیگه. امیدواریم که بتونیم که جذب بودجه از طریق دونرها و مؤسسات همکار داشته باشیم و از دولت هم بودجه تخصیص برای در سال 1400 برای ما وعده داده شده که انشالله شاید ترمیم از این با هم دیگر باشه. با این حال مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات سال روان را برای آبدهای تاریخی این شهر یک سال استثنایی می دانند و می گویند در این مدت نزدیک به 250 میلیون افغانی برای بازسازی و حفاظت از بناهای تاریخی هرات اختصاص یافته که بخشی از آن به مصرف رسیده است. خود مولانا کمال الدین حسین وایز کاشفی در سال 910 هجری قمری در خیابان هرات به خاک سپرده میشند که امروز جایی که ما موقعیت خود زیارت مولانا حسین وایز کاشفی در روز زمان به نام سرحدیره و امروز هم به نام سرحدیره محسوب میشه، شهرت داره، در اینجا به خاک سپرده میشن. در پهلوی از این آرامگاه از اینا مجموعاً باغ چهار جریبه بوده که پیشتر برای کسایی که به زیارت مولانا حسین وایز کشفی اومدن میتونستن از فضای سبز از این زیارت به این محوطه استفاده کنن. همکنون در هرات و ولسوالی های این ولایت حدود 800 بنای تاریخی ثبت میراث های فرهنگی کشور شده است که بر اساس آمار نهادهای فرهنگی حدود 20% آنها به دلیل بی‌توجهی حکومت و حوادث طبیعی در معرض نابودی قرار دارند.